لیواندوفسکی در رادار ریال مادرید. آخرین بازی‌های ملی میسی، ویدال، سوارز یا کاوانی، عذرخواهی ژیرو از امباپه. خط و نشان رونالدو برای حریفان پرتغال. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. با آنکه بایر مونیخ گفته رابرت لیواندوفسکی این تیم فروشی نیست، اما مهاجم پولندی میتواند در یک باشگاه جدید زندگی تازه‌ای را جستجو کند. این کوپا آمریکا که به دلیل کرونا ویروس به تعویق افتاد و با تغییر مکان روبرو شد، میتواند آخرین حضور افسانه‌های آمریکای جنوبی باشد. کریستیانو رونالدو میگوید که امسال بیش از یورو 2004 انگیزه دارد و تاکید کرد که پرتغال میتواند بار دیگر قهرمان اروپا شود. اولیویه ژیرو از اظهارات خود بعد از دیدار برابر بلغارستان عذرخواهی کرد. رابرت لیواندوفسکی کاندیدای بالقوه ریال مادرید برای انتقال تابستانی است، با درک اینکه مهاجم حاضر به تغییر باشگاه است. این بازیکن 32 ساله 6 فصل را با بایر مونیخ سپری کرده و احساس میکند زمان تجربه چالش یک لیگ و فرهنگ جدید فرا رسیده است. قرارداد فعلی او با تیم بوندسلیگای تا سال 2023 ادامه دارد و علیرغم تمایل وی، تیم آلمانی علاقه چندان به فروشش ندارد. لیواندوفسکی به عنوان یک بازیکن ایدئال برای ریال مادرید در نظر گرفته می شود. اگر این مهاجم تلاش کند تا با هالند دست و پنجه نرم کند، آماده است تا به فکر برنابو باشد. مهاجم پولندی اخیراً در صحبت با کانال پلاس هزار داشت و یک بار دیگر این گمانه‌زنی‌ها را مطرح کرد که ممکن است تابستان قابل تغییر داشته باشد. من هنوز هم ذهن باز دارم و در بایر مونیخ احساس خوب دارم. مونیخ شهر فوق‌العاده است و یک باشگاه بزرگ است. من با این وجود همیشه کنجکاو بودم که زبان جدید را انتخاب کنم و فرهنگ جدید را تجربه کنم، اما نمی‌دانم این اتفاق است که در دوران بازیگری من خواهد افتاد یا بعداً در زندگی. فردا شب مسابقات کوپا آمریکای 2020 آغاز می شود که با دلیل شیوع ویروس کرونا به سال 2021 به تعویق افتاد. در حالی که 10 تیم آمریکای جنوبی برای تاجگذاری در این قاره می‌جنگند، برزیل به عنوان میزبان قطعی پس از تغییر مکان انتخاب شد. بازیکنان با سابقه هستند که می توانند آخرین کوپا آمریکایشان را بازی کنند، با توجه به اینکه نسخه بعدی برای سال 2024 برنامه‌ریزی شده است. لیو میسی، ستاره آرژانتینی جون امسال 34 ساله خواهد شد و پس از اولین بازی در سال 2005 و به ثمر رساندن 72 گل تا کنون، تلاش خواهد کرد اولین قهرمانی خود را با آلبی سلستر کسب نماید. وای در سالهای 2007، 2011، 2015، 2016 و 2019 در جام‌های قاره آمریکا شرکت کرده است. لوئیس سوارز مهاجم 34 ساله اوروگوئی به دنبال دومین کوپا آمریکا است و این میتواند آخرین حضور وی را ثبت کند. او در مسابقات 2011 و 2019 شرکت کرد. در سال 2015 محروم شد و در سال 2016 به دلیل مصدومیت بازی نکرد و با 63 گل بهترین گلزن تاریخ اوروگوئه است. آرتور ویدال، هاوبک شیلیایی 34 ساله یکی از معماران بزرگ عناوین کسب شده توسط سرخا در سالهای 2015 و 2016 بود، همچنین در سال 2011 و 2019 بازی کرده است. او 119 بازی ملی برای شیلی دارد. مارتلو مورنو مارتینز، مهاجم بولوویایی در جون امسال 34 ساله خواهد شد و پس از گل‌های 2011، 2015 و 2019 با چهارمین کوپا آمریکا روبرو خواهد شد. وای در این رقابت‌ها 3 گل و در 78 بازی ملی در مجموع 25 گل به ثمر رسانده است. ادنسون کاوانی، مهاجم اوروگوئی در فوریه 34 ساله خواهد شد و پس از حضور در سلسله در سال‌های 2011، 2015، 2016 و 2019 با پنجمین کوپا آمریکا روبرو می‌شود. وای با 51 گل دومین گلزن برتر تیم اوروگوئه است. پائولو گوررو، اشاره ویژه به مهاجم پرو که در حال حاضر 37 بهار دارد، پس از شرکت در مسابقات 2007، 2011، 2015، 2016 و 2019 به کوپا آمریکای 2021 دعوت نشده است. پرتغال مدافع عنوان قهرمانی در اروپا است. آنها در رقابت‌های یورو 2020 که از فردا آغاز خواهد شد، در مرحله گروهی با آلمان، فرانسه و مجارستان روبرو خواهند شد و کریستیانو رونالدو در مصاحبه با مجله فدراسیون فوتبال پرتغال به نام 360 بر رقبای پرتغال هشدار داده است. رونالدو گفت: اینها رقبای هستند که طبق قرعه باید با آنها مسابقه بدهیم. ما به همه تیم‌ها احترام می‌گذاریم، هیچ بازی آسان وجود ندارد. من قسمی در این مسابقات یورو شرکت می‌کنم که گویا بار اولم است. احساس می‌کنم که هم اندازه و حتی شاید بیشتر از سال 2004 و اولین حضورم در رقابت‌های قهرمانی اروپا انگیزه دارم. ما مدافع عنوان قهرمانی هستیم و بار دیگر در بین مدعیان اینجا حضور داریم. این که حالا قول جام بدهیم یا پیش بینی کنیم که چی می‌شود هیچ فایده‌ای ندارد. چیزی که می‌توانم و در همین است که برای پیروزی به هر مسابقه پا می‌گذارم. رونالدو در فصل 2020-2021 در تمام رقابت‌ها برای یوونتوس 44 بار به میدان رفت و 36 گل به ثمر رساند. قرارداد او با بیانکونلی در جون سال 2022 به پایان خواهد رسید، اما طبق گزارش‌های متعدد او در همین تابستان ممکن است آلیانس را ترک کند. رونالدو در فصلی که گذشت از نظر تیمی عملکرد خوب در یوونتوس نداشت و بیانکونلی‌ها در سری آ چهارم شدند و در لیگ قهرمانان اروپا هم توفیقی نداشتند و زود حذف شدند و تنها در رقابت‌های کوپا ایتالیا بود که در جام‌های پایان فصل به قهرمانی رسیدند. اکنون به گفته اسکای اسپورت ایتالیا، کریستیانو رونالدو در این پنجره نقل و انتقالات تابستانی دو راه پیش رو دارد. راه اول این است که تصمیم بگیرد در یوونتوس بماند و سال پایانی قرارداد خود با این باشگاه را هم در تورین باشد و با همین دستمزدی که دارد به کارش ادامه دهد.
راه دوم این است که کریستیانو رونالدو قصد ترک یوونتوس را داشته باشد. در این صورت رونالدو مجبور خواهد بود دستمزد خود را کاهش دهد، چرا که در حال حاضر باشگاهی مثل منچستر یونایتد که مشتری اصلی کریستیانو رونالدو میتواند باشد، توان پرداخت دستمزد او در یوونتوس را نخواهد داشت. با نقل از سایت دالما پورتال، اولیوی ژیرو مهاجم فرانسوی بعد از دیدار برابر چلسی از تعویض و پاس ندادن به خود سخن گفت و با واکنش کیلیان امباپه ستاره خروس‌ها همراه شد. بعد از ایجاد حواشی زیاد و وارد عمل شدن دیدشان، اولیوی ژیرو عذرخواهی کرد و ابراز امیدواری کرد که اتفاقات این دیدار به دست فراموشی سپرده شود. البته گفته شده کیلیان امباپه این عذرخواهی را قبول نکرده، دلخوری زیاد بین او و ژیرو ایجاد شده است و این دو بازیکن اکنون در اردوی تیم ملی فوتبال فرانسه قهر هستند. قهرمان جام جهانی 2018 در اولین دیدار خود در یورو باید برابر تیم ملی فوتبال آلمان قرار گیرد. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.